دوستان، با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. در این ویدیو زمان آینده رو بهتون درس میدم. قلم و کاغذتون رو حاضر بکنید، نوت برداری بکنید و تا آخر گوش بکنید، چون حالت سوالی منفی و سوالی مثبت و حالت سادی مثبت و منفی رو همه رو توی این ویدیو میگم. خب بریم سراغ درسمون. ببینید، پسوندهایی که به کلمه‌مون قراره بچسبه، به فعلمون قراره بچسبه، اینا هستن. اجک و یا آجک رو خواهیم داشت. اگر هجای آخر نازک باشه اجک، اگر هجای آخر کلوف باشه آجک رو خواهیم داشت. و برای شناسه ها، اگر اجک رو داشتیم، ایم، سین، ایز، سینیز و لر رو خواهیم داشت. اگر آجاک رو داشتیم، ام، سن، از، سنز و لار رو خواهیم داشت. بریم مثال بزنیم. و فعل گلمک رو داریم. اینجا ببینید توی اولی گلجه ایم. اینجا پسفنده اجک رو آوردیم تو کلشون، ولی خب وقتی که یک پسوند صدادار، یعنی یه پسوندی که با حرف صدادار شروع میشه، به حرف که میچسبه، اون که تبدیل به یموشاگه میشه. حالا اگر صداهایی که در کلمه هستن صداهای نازک باشن، یه تلفظ میشه. اگه صداهای کلفت باشن، غ تلفظ میشه. خب گلجهیم، گلجکسن، گلجک، گلجهیز، گلجکسنیز، گلجکلر. باکماک، باکاجاغم، باکاجاکسن، باکاجاک، باکاجاغز، باکاجاکسنیز، باکاجاکلر. خب فعل ایستمک رو داریم. فعل ایسته فعلی هستش که صدای آخرش حرف صدادار هستش. حالا این حرف صدادار به اضافه پسوندمون که با حرف صدادار شروع میشه میشه، و بین این دوتا حرف صدادار باید یه حرف یه بیاد، به خاطر همین به این شکل میشه. یه سری فعلای دیگه هم هستن، مثل ایزله، مثل تمیزله. اینا دوتا از مثالایی هستن که الان به ذهن آمد. اونا هم به همین شکل خواهند بود. ایسته یه جیم، ایسته جکسین، ایسته جک، ایسته جیز، ایسته جکسینز، ایسته جکلر. آرامک به معنای جستجو کردن و زنگ زدن، تماس تلفنی گرفتن. آرای جاغم، آرای جکسن، آرای جک، آرای جاغز، آرای جکسنز، آرای جکلر. خب همونطور که دیدید، این فعل هم به حرف صدادار ختم شد و بین این دوتا حرف صداداری که آخر فعل و اول پسوند رو به هم وصل می‌کرد، صدای یه اومد. حالا فعل یمک رو داریم، فعل خوردن. اینجا چون تک هجایی هستش، این حرف ا تبدیل به حرف ای میشه و بعد بین دوتا این حرف صدا داره پسوند و خود فعل حرف ی میاد و به این شکل میشه. یه جیم، یه جکسن، یه جک، یه جیز، یه جکسنز، یه جکلر. فعل دمک هم فعل گفتن، به همین شکل ا حذف میشه، به ای تبدیل میشه و بین دو تا حرف صدا دار صدای یه میاد. دیه جیم، دیه جکسن، دیه جک، دیه جیز، دیه جکسنز، دیه جکلر. فعل اتمک فعلی هستش که به حرف ت ختم میشه. اگر پسوندی که با حرف صدا دار شروع میشه بهش وصل بشه، این ت تبدیل به د میشه. توی ویدیوهای قبلی هم مثالای زیادش رو دیدید.
خود فعل اتمک یک ویدیویی دارم، درس چهارم پنجمه بکنم. کل اتمک رو با فعل کلماتی که میتونه کنارش بیاد چه معنی هایی میتونه بده، اونجا همه رو آوردم، میتونید ببینید کسایی که ندیدن. خب ت تبدیل به د میشه و اینا رو داریم: ادجیم، ادجکسن، ادجک، ادجیز، ادجکسنز، ادجکلر. خب فعل گیت رو داریم، اونم همینطور ت تبدیل به د میشه: گیدجیم، گیدجکسن، گیدجک، گیدجیز، گیده جکسنز، گیده جکلر. فعل تات رو داریم، تات هم به ت ختم میشه و ت تبدیل به د میشه: تادا جاغم، تادا جاکسن، تادا جاک، تادا جاغز، تادا جاکسنز، تادا جاکلر. خب حالت منفی رو داریم، هر فعلی که بخواد حالت منفی بگیره پسوند م و ما رو میگیره. حالا چون این دوتا پسوند به صدای به حرف صدادار ختم میشن و پسوند اجک و آجاک هم با حرف صدادار شروع میشن، اینجا یه حرف ی میبایستی بیاد. تو بعضی از فرمولا، تو بعضی از کتابا حالت منفی زمان آینده رو میرسن که مای و می باید اضافه بکنید. حقیقتش اینه که برای هر فعل منفی ما و می اضافه میکنید و یه در صورت این میاد که این دوتا کلمه یکیش به حرف صدادار ختم بشه، یکیش به حرف صدادار شروع بشه. این اصل فرمولمون هستش. بریم سراغ مثال هامون. همون فعل ها رو حالت منفیشو مثال زدم: گلمه جیم، گلمه جکسین، گلمه جک، گلمه جیز، گلمه جکسینیز، گلمه جکلر. فعل گلمه مک، فعل نیامدن. ببین اینجا مسترش رو باز با همین پسوند منفی کردیم. من خواستم بگم که یعنی این یه قضیهش جداست، رفتی به منفی شدن نداره. باک مامک، باک مایا جاغم، باک مایا جاکسون، باک مایا جاک، باک مایا جاز، باک مایا جاکسونز، باک مایا جاکلار. فعل استمک اینجا، خب اینم حالت عادی خودش رو داره. استمه یه جاییم، استمه یه جکسین، استمه یه جک، استمه یه جاییز، استمه یه جکسینیز، استمه یه جکلر. آرامامک، زنگ نزدن، جستجو نکردن. آرامایا جاغم، آرامایا جکسن، آرامایا جک، آرامایا جاغز، aramayacaksınız, aramayacaklar. فعل یمک. خب نگاه کنید، وقتی که پسوند م بعد از فعل ی میاد، دیگه اینجا نیازی نیست که ا تبدیل به ای بشه. هم حالت عادی خودشو داره. یمه جیم، یمه جکسین، یمه جک، یمه جیز، یمه جکسینیز، یمه جکلر. ده هم همینطور: دمه جیم، دمه جکسین، دمه جک، دمه جیز، دمه جکسینیز، دمه جکلر. خب اتممک اینجا پسوند م چون با حرف صامت شروع میشه در کنار ت، لزومی نداره که این ت تبدیل به د بشه. در حالت قبلی وقتی میگفتیم ادجیم، اونجا چون پسوند اجک با حرف صدادار شروع میشد، در کنار ت، ت رو تبدیل به د میکرد، ولی اینجا لزومی نداره، پس حالت عادی خودش رو حفظ میکنه. اتمی اجیم، اتمی اجکسین، اتمی اجک، اتمی اجیز، اتمی اجکسینیز، اتمی اجکلر. بله تات رو داریم: تات مایا جاغم، تات مایا جکسون، تات مایا جک، تات مایا جاز، تات مایا جکسونز، تات مایا جکلر. گیتممک
Gitmeyeceğim, gitmeyeceksin, gitmeyecek, gitmeyeceğiz, gitmeyeceksiniz, gitmeyecekler. خب اینجا هم که باز میبینید همون حالت داره و ت تبدیل به د نشده. حالت سوالی رو داریم. در حالت سوالی پسوند اجک به آجاق میاد. شناسمون به صورت سوالی میاد. یعنی ما شناسمون رو توی کلمه آیا به کار خواهیم برد. و دو حالت داره. معمولا این کلمه آیا چهارگانه هستش. اینجا چون اجک و آجاق دو حالت دارن، حالت دوگانه خواهد گرفت. یعنی یا میم خواهد بود یا میم خواهد بود و الی آخر. مثال بزنم متوجه میشید. گلجک میم. آیا خواهم آمد؟ گلجک میسن. گلجک می؟ گلجک میز. گلجک میسنیز؟ گلجک لرمی. یک اشاره بدم دوستان، در زمان آینده یک لحنی این زمان داره که بعضی وقتا بایدها و نبایدها رو هم که بخوان عنوان بکنن از این زمان استفاده میکنن. یعنی لزومی نداره شما از کلمه گرکمک و یا لازم استفاده بکنید. بعضی وقتا فعل وقتی در زمان آینده استفاده میکنید، اون معنی باید و یا نباید رو در خودش میده. مثلا وقتی این نفر میگه من گلجک میم، منظورش اینه که آیا باید بیام؟ یعنی آیا قرار بر این هستش که من باید بیام؟ آیا برنامه این هستش که من بیام؟ یعنی این حالت باید نباید رو میپرسه. میگه باید بیام. بسته به اون لحنی داره که میپرسه. ولی خب استفاده میشه. جاهایی که میخوان به طور نامحسوس اجبار رو در جمله های خودشون به کار ببرن، از زمان آینده استفاده میکنن. از نظر خودشون این مؤدبانه تره. و یا یه مقدار تند صحبت بکنن و زمان آینده رو استفاده بکنن، حالت اجبار رو باز به شکل لحن باید و نباید یه مقدار اعمال میکنن. اینا رو به مرور زمان میتونید تو فیلم و سریال و توی مکالمه های روزمرتون شاهد باشید. باکاجاک میم؟ باکاجاک مسن؟ باکاجاک مه؟ باکاجاک میز؟ باکاجاک مسنز؟ باکاجاکلار مه؟ فعل استمک. استیجک میم؟ استیجک میسن؟ استیجک مه؟ استیجک میز؟ İsteyecek misiniz? İsteyecekler mi? Hop. Benim sorağı aramak. Arayacak mıyım? Aya zeng khaham zed veya baya zeng bezenem? Ya hemçin çiz. Yani mi khaik hemen zeng bezenem? Ya lahne sualiye in modeli miden? Arayacak mısın? ممکنه یه جورایی آرایجاک مسن رو بپرسن، انگاری مثلا میگه زنگ میزنی یا نه، یه همچین چیزی. آرایجاک مسن؟ آرایجاک مه؟ آرایجاک میز؟ آرایجاک مسنز؟ آرایجاک لارمه؟ خب بله، یمک اینجا تغییر میکنه چون مستقیما بعد به اجک بچسبه، حرف یه میاد چون تک جایی هستش، به شکل ای ظاهر میشه. یجک میم؟ یعنی آیا مجبورم بخورم؟ یه همچین لحنی میتونه بهش اضافه بشه. یجک میسن؟ یجک می؟ یجک میز؟ یجک میسنیز؟ یجک لرمه؟ بله دمک. دیجک میم؟ دیجک میسن؟ دیجک می؟ دیجک میز؟ diyecek misiniz? Diyecekler mi? Böyle gitmek. Ve binit ince baz. Pasvendi ki baz sedaye. E şuru misi. Yani bu harfi sedadar şuru misi. Mustakim kenara te miyad. Pas te tabdil ve de mişe. Gidecek miyim?
Gidecek misin? Gidecek mi? Gidecek miyiz? Gidecek misiniz? Gidecekler mi? خب اینجا فعل اسمک رو کنار کلمه یاردم آوردم به معنی کمک کردنه. خواستم یه تنوعی واسه فعل اتمک بشه. یاردم ادجک میم؟ آیا کمک خواهم کرد و یا آیا قرار بر اینه که من کمک کنم؟ باید کمک کنم؟ یا همچین لحنی. یاردم ادجک میسن؟ یاردم ادجک می؟ یاردم ادجک میز؟ یاردم ادجک میسنیز؟ یاردم ادجکلر می؟ اینا رو اینجوری. تاتماک از لحاظ گرامری به این شکل سمت راست رو ببینید. تاتاجک میم، تاتاجک میسن، تاتاجک ما، تاتاجک میز، تاتاجک میسنز، تاتاجکلر ما. از لحاظ گرامری اینجوری میشه و میشه اینجوری هم استفاده کرد، ولی در اصل به این شکل استفاده میکنن. تادونا باکاجک میم. یعنی آیا قرار مزهشو امتحان بکنم؟ آیا قراره بچشم؟ تاتما گیستر میسن. میخوای مزهش رو امتحان کنی؟ تادونا باکاجک میسن. آیا مزهش رو امتحان خواهی کرد؟ یه خود تاداجک میسن لحن سرد و نام محترمانه ای ممکنه داشته باشه. اینه که این عبارت یه مقدار نرم ترش میکنه. تادونا باکاجک ما؟ آیا مزهشو خواهد چشید؟ امتحان خواهد کرد؟ آیا تادونا باکاجک میز؟ آیا مزهشو امتحان خواهیم کرد؟ تادونا باکار میسنز؟ و یا باکاجک میسنز؟ به این شکل هم میگن. تادونا باکاجکلر مه؟ خب بریم سراغ حالت سوالی که منفی هستش. فرمول رو خلاصه کردم. اینجوری هستش که فعل میاد، می و یا ما میاد، بعد اجک و آجک که میخواد بیاد، بین اینا یه دونه یه میاد. من اینجا خلاصه نوشتم می اجک، ما اجک با کلمه آیا و شناسمون هم در حالت سوالی در کلمه آیا خواهد بود. بریم سراغ مثالا. گل می اجک میم. آیا نخواهم آمد و یا مگه نخواهم آمد؟ یه همچین معنی میده. مثلا میگه مثلا مگه قرار نیست بیام؟ یه همچین چیزی میپرسه. گل میه جک میسین. مگه قرار نیست بیای؟ یه همچین لحن. گل میه جک می؟ گل میه جک میز. گل میه جک میسینیز؟ گل میه جک لرمه. باک میه جک میم. باک میه جک میسین. باک میه جک مه؟ Bakmayacak mıyız? Bakmayacak mısınız? Bakmayacaklar mı? İstemeyecek miyim? İstemeyecek misin? İstemeyecek mi? İstemeyecek miyiz? İstemeyecek misiniz? İstemeyecekler mi? اینا رو یه دور قشنگ بنویسید. دو سه دورم بخونید. یک بار برای همیشه یاد بگیرید. چون مرتب اینا رو استفاده خواهید کرد. آرام آیاجک میم. آیا قرار نیست زنگ بزنم؟ نه باید زنگ بزنم. ممکن اون حالت سوالی نباید رو بپرسه. بخواد بپرسه یکی. آرام آیاجک میم. یعنی نه باید زنگ بزنم. قرار نیست زنگ بزنم. یه همچین چیزی. آرام آیاجک میسن؟ آرام آیاجک مه؟ آرام آیاجک میز. آرام آیاجک میسنز؟ آرام آیاجک لرمه. یمیجک میم. نخواهم خورد، یعنی نخورم، نباید بخورم، یه همچین معنی میده. یه میجک میسن، یه میجک می، یه میجک میز، یه میجک میسنیز، یه میجک لرمه. دمک، بله گفتن، دمیجک میم. قرار نیست بگم، از قرار نیست راجع به صحبت کنم. دمیجک میسن، دمیجک می؟ Demeyecek miyiz? Demeyecek misiniz? Demeyecekler mi? Fe'le gitmek. Gitmeyecek miyim? Gitmeyecek misin? Gitmeyecek mi?
Gitmeyecek miyiz? Gitmeyecek misiniz? Gitmeyecekler mi? خب. Yardım etmek. Yardım etmeyecek miyim? Naber komak konam? Yardım etmeyecek misin? Yardım etmeyecek misin? نمیخوای کمک کنی؟ یه همچین لحنی داره. یاردم اتمیجک می. قرار نیست کمک بکنه؟ یاردم اتمیجک میز. یاردم اتمیجک میسینز. یاردم اتمیجکلر می. خب فعل تاتمک. تاتمیجک میم؟ تاتمیجک میسن؟ تاتمیجک می؟ Tatmayacak mıyız? Tatmayacak mısınız? Tatmayacaklar mı? Hop ببینید. اینجا ازاده گرامری اینها درستن. ولی از در حالت گفتاری این سمت راستی ها رو خواهیم داشت. Tadına bakacak mıyım? Tatmak istemez misin? Bakmayacak mıyım? Tadına bakmayacak mıyım? Tatmak istemez misin? نمیخوایی مزهش رو امتحان کنی؟ تدنا بکمایجک میسن. مزهش رو امتحان نمی کنی؟ یه نگاهی به مزهش نمی کنی؟ در واقع اینجوری میشه. یه نگاهی به مزهش نمی کنی. تدنا بکمایجک می؟ تدنا بکمایجک میز؟ تدنا بکمک استمیور موسونوز؟ تدنا بکمایجکلر می؟ به این شکل متداول تر هستش گفتنش. خب دوستان به پایان آمدیم ویدیو. درس همچنان باقی است. و یا به پایان آمدیم درس ویدیو همچنان باقی است. امیدوارم که از این درس خوشتون اومده باشه. ممنون که لایک میکنید. من به لایکاتون احتیاج دارم. لطفاً هر سوالی داشتید بنویسید و اگه انتقادی داشتید حتما بنویسید. اگه سوالی راجع به مهاجرت و سرمایه گذاری ملک و املاک هم داشتید در خدمتتون هستم. تمرین زیاد بکنید. فیلم و سریال زیاد نگاه بکنید. صرفا به خاطر یادگیری زبان نگاه بکنید. و موفق باشید.